ترکیه هیچ وقت از داعش یا گروه‌های مرتبط با آن حمایت نکرده. همه رهبران داعش از عراق آمدند، از ترکیه نیامدند. آیا شما از جبهه نصرت که شاخه القاعده است حمایت کردین؟ نه، هرگز. ما تنها از کسانی حمایت کردیم که از دست خشونت بشار اسد، حملات شیمیایی و بمب‌های بشکه‌ای فرار کردند. این حرف‌ها و تهمت‌ها علیه ترکیه همه بی‌اساس است. اگر هر نوع شاهدی در ارتباط با این تهمت‌ها هست، باید به صراحت مطرح شود. شکی نیست که شما سهم زیادی از پناهجوها رو به دوش کشیدین، ولی حالا موج عظیمی از اونها دارن وارد اتحادیه اروپا میشن و بسیاری از اونها از سوریه از راه ترکیه وارد یونان میشن. این مشکل بزرگی برای دولت یونانه. این بار خیلی سنگینی برای ما هم هست. ما در 4 سال گذشته حدود 6 میلیارد دلار برای این پناهجوها خرج کردیم. هیچ کس به ما در این زمینه کمک نمیکند. کمی کمک از بخش‌های از سازمان ملل متحد می‌گیریم. به جای کمک به ترکیه فقط از ما انتقاد می‌کنند. گویا ما مسئول این پناهجوها هستیم. خب بسیاری از راه یونان میان، نه؟ به نظرم 5 قدرت جهانی باید دست به کار بشوند و هر کاری از دستشون برمیاد برای توقف این جنگ انجام بدهند و جلوی قساوت رژیم اسد و تروریست‌ها را بگیرند. پس شما شورای امنیت سازمان ملل رو مقصر می‌دونید؟ بله، مسلمه. جامعه جهانی تصمیم قاطع درباره این بحران نگرفته. 300,000 نفر در سوریه کشته شدند. اینها انسان بودند. اگر منطقه پرواز ممنوع و منطقه امن در سوریه ایجاد شده بود، این اندازه پناهجو به بیرون سرریز نمی‌شد. پس برای این کار اقدام می‌کنین؟ ما سعی اون رو میکنیم. میشه کمی با جزئیات توضیح بدین؟ دارین صحبت از منطقه پرواز ممنوع و امن میکنین. چیزی که به اون میگیم منطقه امن. امن از چی؟ از داعش، از رژیم سوریه و جایی که غیر نظامی ها بتوانند در آنجا بدون ترس از حمله و کشته شدن زندگی کنند. و با کمک آمریکا؟ با آمریکا و با جامعه جهانی. آیا این شامل فرستادن نیروهای نظامی ترکیه به منطقه هم میشه؟ فکر میکنم فعلا کسی نمیخواد نیروی زمینی بفرسته. نمیخوان، ولی لازم هم نیست. اگر نیروهای میانه رو در سوریه به اندازه کافی قدرت به دست بیاورند، برای هیچ کشوری حتی ترکیه هم لازم نیست که نیروی زمینی به سوریه بفرستد. مهم اینه که از جنبش‌های میانه روی سوری در داخل سوریه حمایت بشه. ولی در حال حاضر اونها خیلی ضعیفن. بله، برای همین ما باید آنها رو قدرتمند کنیم. این برنامه‌ای است که ما با آمریکایی‌ها شروع کردیم. پس فرستادن نیروی زمینی کاملا منتفی نیست. اگر منافع ترکیه، منافع کشور ما به خطر بیفته و به ما حمله کنند، البته ما هر چه در توان داشته باشیم از نیروی هوایی و همه توانمان استفاده می کنیم تا آنها را تنبیه کنیم.